سلام به شما برابکس خفن خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه امروز توی این ویدیو میخوایم بریم خبرای جدید رو با هم بخونیم اخبار جدید ورد آف وارکرافت که یه سریاش خیلی مهمه خیلی میتونه بهتون کمک کنه یه سریای سوال یه سری از بچه بود که تو دیسکورد یا تو این استریم از هم پرسیده بودم پس بهتون پیشنهاد میکنم این ویدیو رو اسکیپ نکنید تا انتخاب با من همراه باشید چون میخوام خبر رو تون تون رگباری پشت سر هم ازتون براتون بخونم قبل که شروع کنیم و خبرها رو بخونیم دو تا نکته رو بهتون بگم تا الان ویدیوهایی که من گذاشتم براتون یوزفول بوده و تونستید از این ویدیوها استفاده کنید خواهش میکنم یه حمایتی که شما میتونید از من بکنید اینه که چنل دوم من که روش استریم میکنم سابسکرایب کنید حتی اگه استریم ها رو دنبال نمی کنید و علاقه به استریم ندارید ازتون خواهش میکنم چنل دوم منو سابسکرایب کنید یه چوس مونده هزار تایش تا هزار تایش تا خیلی کمک بزرگی به من میکنید لینکش تو دیسکریپشن و کامنت های بیشتر هست چنل دوم منو سابسکرایب کنید و من هر شب ساعت 10 11 به بعد بچا لایو استریم دارم هم تو چنل دوم که گفتم همین الان سابسکرایبش کنید هم تو توییچ که لینک جفتش تو دیسکریپشن هست پس بیایید شباب لایو استریم من سر بزنید اگه سوالی داشتید اگه چیزی خواستید بپرسید بیایید حتما تو لایو استریم از من بپرسید من فعلا تو لایو استریم دارم یه هیرو رو آماده میکنم واسه بوست و فارم های مختلفی که وجود داره رو تست میکنم ببینم کدومش بهتره بیایید بهم سر بزنید در مورد پچ 1105 پچ بعدی که قرار بیاد حدودا یک ماه و نیم تا دو ماه دیگه معمولا باید بیاد تاریخ دقیق نگفتن ولی نکته پوینت پوینت مهمیش که پچ ده سف پنج بچه ها ایونت بیس سالگی وردافار که رفته جشن بیس سالگی وردافار که رفته بلاخره وردافار که رفته بیس ساله شد و تصمیم دارن پچه بعدی که قرار بیاد یه سری حالا به مناسبت بیس سالگی وردافار که رفت بیان و یه سری کارا بکنن یه سری ایونت ها را بندازن اینجا یه توضیح بخوایم برش بخونیم بچه اتفاقی که میفته رید بیاردی بلک راک دیپس اگه اشتما نکنم رید ده پونزه نفره که هشت باس داره پنج تا مینی باس داره و حالت الف آر لوکینگ فور رید حالت نرمال و رید هیرویک میاد میتونید برید بزنید و احتمالا آیتم های بالایی هم دراب میکنه که به درد حالا همین وارویتین هم میخوره یعنی رید قدیمی رو دارن میارن و فعال میکنن دوباره ایونت جدید قرار بیاد بچه ها که حالا تو سیلیتوس میریم با یه سری از دشمن های قدیمیمون میجنگیم یه جوری مثل همون تایم ایونتی که توی پیری پچ داشتیم تایم واکینگ های جدید قرار بیاد تایم واکینگ دانجن دیدماین زولفراک دایرمال پشمام اثرت هولم بچه ها اینا دانجنایی بودن که تا حالا ما براشون تایم واکینگ نداشتیم و خیلی خوشحالم که دارم میبینم تایم واکینگ ای این دانجنا داره اضافه میکنه خیلی مشتاقم که بدونم توی وندور تایم واکینگ اینا چی میتونه باشه چون اگه بدونید تایم واکینگ چیه و های تایم واکینگ رو دنبال کرده باشید میدونید که یه سری آیتم های خیلی خفن تو وندورای تایم واکینگ هست و طبق گفته چون طبق گفته خود بلیزارد از 10.05 یعنی از پچ بعدی تولد 20 سالگی بلیزارد که شروع میشه این دانجن به عنوان تایم واکینگ اضافه میشن به بازی و همینطوری هم میمونن دیگه توی روتیشن خاص بین تایم واکینگ هایی که تو تا الان داریم اوکی خیلی پس این چیز خفنی بود و دقیقا چیزی که گفته همجا نوشته قطعا واسه تایم واکینگ وندور جدید میاد و یک ایونت جدید میاد ایونت فیشن فرنزی که حالا مثلا برید ترنسموک بذارید اونجا وایسی جایزه بگیرید ایونت مانتمانیا که میرید شو آف کنید مانتاتون رو پت کارنر که برید بتل پت کنید و یه عالم ایونت این شکلی اونجا داره دیگه حالا وقتی که تولد 20 سالگی وارد وارکرافت شروع میشه که میتونید برید تو ایونت ها حالا اگه پت بازید اگه ترانس بازید اگه مانت بازید برید رو بگیرید و باس های تایم واکینگ قدیمی برمیگردن به حالا مثلا یه سری مثل یه سری جا تو تاناریس و یه عالم جایزه کوچیک و بزرگ دیگه ای که تو بازی هست یه کارنسی جدید اضافه میشه به نام برونز اسپیکرمون هم داره خاموش میشه هی میکنه اونو توجه نکنید یک کارنسی جدید به بازی شروع میشه به نام برونز سلیبریشن که با این کارنسی رو شما توی ایونت جدید میتونید بگیرید و باش باید از وندوری که هست خرید کنید یا عالمه های خفن هم داره پس بالاخره اسپیکر خاموش شد پس بلاخر... پس منتظر بچه پچ 11.05 باشید که یک سپرایز خیلی بزرگ با داره بلیزارد توی پچ بعدی و خبر دوست داشتنی خبر بعدی درکتیر کلاس ریویلد هانتر روگ پریست میج وریور والاک پشماتون نریزه بیلیزارد گفت که آقا با تولد 20 سالگی ما میاییم و کلاس های جدید رو به ریس درکتیر اضافه میکنیم شما از پچه ده سف پنج میتونید درکتیر هانتر درکتیر روگ درکتیر پریست درکتیر میج درکتیر وریور و درکتیر وارلاک بازی کنید آخه چرا؟ بابا من <applause> <applause> خیلی دلم دوست خیلی دوست داشتم که درکتیر دروید ببینم بهشم میخوره دروید باشه دیگه وقتی چنج فور میکنه چرا درکتیر دروید نیوردی همه چی رو داره به غیر از دروید حتی وارلاک حتی وریور آخه این چه منطقیه خلاصه بچه ها سرتون رو درد ندارم و پوینتی که الان واسه من مهمه اینه که ببینیم مچو من یک درکتیر بیارم چون یادم رفته ریشیالشیه ریشیال درکتیر اینکریزد مستری اوکی پس بعد ببینیم که کدوم یکی از این کلاس ها مستری به دردش میخوره و میتونه ایوکر بسازه که بخی درکتیر بسازه که مستری زیادی بگیره به این نکته توجه نکرده بودم اوکی پس اگه کلاستون مستری نیاز داره میتونید از این به بعد درگ بسازید دیگه تقریبا همه کلاس رو میشه بایش ساخت عجیبه که مانک نمیشه بایش ساخت آجی مانک تقریبا با هر ریسی میشه ساخت به غیر از درگ داریم مگه آجی به هر حال خبر خیلی خوبی بود واسه بچه هایی که وریور بازی میکنن میج وارلاک یا ش... یا حالا پریست یا روگ یا هانتر میتونید از این باید... اگه مستری نیاز داره کلاس تو میتونید درکتیر بسازید چون که اینکریز مستری داره ریشیالش و بچا اسندنس فرم جدید شامن که شما میتونید تو تولد 20 سالگی بلیزارد بگیریدش واو یعنی پشمای خود من من اینکه شامن پلیرم عاشق شدم بچه ها اسندنس فرم شامن شامن رستو دیگه میدونید یه اسندنس فرم آشغالی داشت خیلی هم بد نبوده ولی دیگه خیلی تو زوق میزد یعنی چندین سال بود که اسندنس فرمش یه شکل بود نمیشد تغییرش داد الان بلیزارد اسندنس فرمای خیلی خوشگلی آورده مخصوصا این رنگ آبیش خوراک شما رستوه صفا باشه صفا سیتی سومالی و یه سری بچه ها ترانس سری از تیموگوهای قدیمی مثل این ست جاجمنت اگه الاینس پلیری و این ست جاجمنت رو نمیشناسی ریدی با ته دست دار همین رو باید بهت بگم و یه سری از ست های قدیمی مثل ست که تو تصویر دارید میبینید ریورک شدن اچ مدل بهشون اضافه شده دیگه مثل قبلا مثلا چارخونه چارخونه نیستن اچ شدن و زیبا شدن یکی از مهمتریناش هم ست جاجمنت پالادینه او یه چه ست خوشگلی این ست جاجمنت پالادین و اما اقسام ست های قدیمی که بلیزارد اومده ریورکشون کرده و تو تولد 20 سالگی بلیزارد بهمون ارائه میده خبر بعدی چقدر تولد 20 سالگی بلیزارد چه خبرو زیاده و جایزه سری از جایزه های که تو تولد 20 سالگی بلیزارد میتونیم بگیریم دیتا ماین شده که میتونیم جا با هم دیگه ببینیم برای این مانت زیبا این مانتی که تو تصویر داریم با هم میبینیم و این خرس این خرسه که مال زول زول, زول بود زول بود زول بود اگه اشتباه نکنم مگه نه آمانی بر و این قالیچه پرنده بله به 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 چیز جدیدی نیستا ولی خب مثل اینکه داره به وندور اضافه میشه وندور تایم واکینگ جدید که داره میاد این مدل پت جدید داریم بچه با هم دیگه میبینیم دو مدل پت و این مدل توی باکس و ارزم به حضور شما کاسماتیک ترانسموک هایی که دارید میبینید واسه فکشن هورد، فکشن الائینس، فکشن, فکشن نایت الف و فکشن آندد پشمان بچه ها. اینا واسه وارکرافت 3 ریفورج بود اگه بچه هایی اگه وارکرافت سر بازی کرده باشید با این ارزم به حضور شما کاسماتیکا آشنا هستید و میدونید داستانش چیه بله ب... چه سرد و شیلد خوشگلی ب... اصلا چیزهای خیلی خفمنی داره میاد تو تولد 20 سالگی بلیزارد و یک آرت جدید یک حالا نقاشی هنرمندانه جدید هم برای تولد 20 سالگی بلیزارد دوستان طراح ترراه طراحی کردن که به نظرم سوسچره چرا سوسچره با طراحی به این زیبایی چون با تکنولوژی که الان داریم و هوش مصنوعی که الان اومده شما میتونید تو کمتر از 5 دقیقه به هوش مصنوعی بگی اینو برات بسازه خب یعنی یه جورایی کار یه سری از هنرمندا میره زیر سوال و به نظر من خیلی بک‌گراند های زیباتری از این هست که ما بخوایم به با عنوان بک‌گراند سیستممون استفاده کنیم ولی نیست ولی پرفکت هم نیست به نظر من بازم دارم میگم یعنی خیلی شاید یکی زحمت کشیده باشه که نقاشی رو کشیده باشه یا طراحی کرده باشه تو فتوشاپ یا هر چی ولی خب هوش مصنوعی ریده تو کار این طراحا و یه خبر دیگه باز دوباره در مورد تولد 20 سالگی بلیزارد تمومی نداره بچه‌ها یعنی اینقدر آپدیت جدید میاد یک ایونت داره میاد توی مپ تاناریس توی بغل دانجن زارالک کاورن آفتاب میگم زارالک پشمام بغل دانجن کاورن آف تایم که اونجا دیگه ایونت های مختلف اونجا برگزار میشه دیگه مثلا چه میدونم پت همون پت ارزم موضوع بتل پتی که بهتون گفتم نمیدونم ترانس مو شوی که بهتون گفتم مانت شوی که بهتون گفتم اونجا درگیر میشه اونجا میرید ایونت اون سر و کله هم کارنسی جمع میکنید از وندورش خرید میکنید بچا هر موقع بیاد حدودا یک ماه و نیم دو ماه دیگه احتمالاً چون گفتم با 10 پنج قرار بیاد دیگه در موردش ما بیشتر ویدیو میداریم صحبت میکنیم تو لایف میریم تستش میکنیم و یه سر... باز هم خبر در تول... تولد 20 سالگی بلیزارد تمومی نداره یه سری از پتایی که از بازی حذف شده بود مثلا این خرس سفید زشت که گرافیکش مثل سب یا این دراگون یا این سگ آتیشی زیبا این هاوند دو کله این راگناروس کوچیک و دارید میبینید دیگه این پتایی که از بازی هست شده بود با تولد 20 سالگی بلیزارد به بازی بر میگرده و آها این که دقیقا در موردی صحبت کردیم بچه ها وارکرافت سه فکشن کرستا داره به بازی بر میگرده فکشن هورد و فکشن آندد و فکشن نایتلف و فکشن الائنس بله زیبا و نوستالژی چیز زیبایی دارن به بازی اضافه میکنن و بالاخره از خبرهای 20 سالگی بلیزارد کشیدیم بیرا بیرون بیراد ارسن ریش ریشیال ویل بی باف بلیزارد به این نتیجه رسیده که ریشیال الاید ریس ارسن آنقدر خوب نیست و قصد داره که بهترش کنه قویترش کنه اوکی بیلیزارد قوی ترش کن دمتم گرم من خودم هنوز نساختم ولی بزبودی میخوام ارسن بسازم و وان تایم رپوتیشن بونز فور ایچ فکشن فرام بیو بونتی فول اگه دقت کرده باشید تو مپ یه سری از دلوزا هست که روشن اینجا برق میزنه بیم, بیم, بیم این دلوزا رو ملت نمی زدن چون کافرکی میخواست و کافرکی ها رو نگه داشتن که سیزن شروع شد اونجا برن خرج کنن که آیتم های بهتری بگیرن نخواستن خرج آیتم های پایین بکنن کافرکیشون رو و چیزی که متوجه شدم ملت اینه که اگه شما برید این دلوزهای روشن رو بزنید اولین دفعه ای که این دلوزها رو میزنید براتون نزدیک دو هزار تا رپوتیشن میده اگه اشتباه نکنم 1100 تا رپوتیشن میده که خیلی مهمه مخصوصا بچه‌ها که دارن رپوتیشن میارن بالا با فکشن مختلف درسته که شما کافر رو باید ذخیره کنید واسه سیزن یک ولی خوب اگه دنبال رپوتیشن جمع کردنید میتونید مثلا تو هر کدوم از مپ ها چهار تا مپی که وجود داره یه بار برید از این دلزه های روشن بزنید کافر کی خرجش کنید و هزار و صد تا رپوتیشن میگیرید خیلی خبر مهمیه بچه خبر بعدی چهار ساعت قرار سرور شادام باشه ساعت 7 AM تا 11 AM ام 5 سپتامبر 5 سپتامبر که همین امروز درسته امروز 5 سپتامبر و اه... مثل این که تموم شده مینتنس تا ساعت 9 و نیم و الان من تو بازی ام وات دی فاک جوری که اونجا نوشته بود الان باید سرور شاددان باشه ولی سرور شاددان نیست شاد یهو مثلا واسه آمریکا بود واسه اروپا 4 ساعت دیگه نمیدونم به هر حال اینجا زده چهار ساعت قرار سرورا شاددان باشه حالا سروراش یا شاددام بوده من حواسم نبوده یا قرار شاددام بشه و ما نفهمیدیم امیدوارم وقتی که ما رفتیم رو لایو سیم سرورا شاددان نشه دلیلش چیه نگفته و این چیه او 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 سینماتیک آخر واربیتین رو تحلیل کرده به تخمم اینو اصلا من نگاه نمیکنم و این هم که در مورد صحبت کردیم دانجن های کلاسیک قرب تایم واکینگ روتیشن اضافه شن دد و اثرت هولم و نگم براتون سفا سیتی زولفراک و دایرمال بریم اش خونیم فقط دیگه و فرست دیلی دلز ریوارد بونز اکس پی فور برند بورنز برد بچه ها شما یه برند بونز برد همراهتون هست که باید لول کنید که بتونید باش دلز بزنید که بتونید اگه میخواید بوست بفروشید بچه ها به نظرم بوست دلز میتونه مثل بوست تورگاست باشه بچه که شدولن بازی کردن یادشونه تورگاست ایزی پیزی خیلی گلد زیادی توش بود خیلی هم ایزی بود به دلز هم همین جوریه یه بوست ایزی با گلد زیاد و شما اگه بخواید روی حالا اون بوست سرمایه گذاری کنید قطعا بعد برونز برام برونز بردتون رو آپدیت کنید واسه اینکه برام برونز بردتون رو آپدیت کنید هر روز باید یه دلوز بزنید اولین دلوزی که در روز می‌زنید اکسپی خیلی زیادی به برندتون میده این یه پوینت خیلی مهمه واسه لول اپ کردن برانتون هر روز یه دلوز بزنید حتی اگه نیاز ندارید، یه دلوز بزنید که برندتون آپدیت شه مخصوصا اگه می‌خواید بوستش رو بفروشید و در مورد بالاخره بلیزارد اومد یه رودمپ درست حسابی بهمون نشون داد بچا 10 سپتامبر یعنی چهارشنبه هفته بعد که داره میاد رید نورمال هیرویک و رید فایندر وینگ یکش باز میشه یعنی سه چهار تا باس اول شما فقط با رید فایندر میتونید بذارید رید نورمال هم که بازه رید هیرویک هم که بازه دانجن میتیک صفر باز میشه میتیک پلاس از هفته بعدش باز میشه دلوز ها تا تایر 4 آنلوک میشن نیو سیزنال دلوز سیزن جدید دلوز باز میشه پی, وی پی. آر و بتل جدید میاد رنکینگ به سیزنالش میاد ریت بتل میاد سولو کوی میاد رید 17 سپتامبر حالا این هفته نه هفته بعدش اوکی یه جورایی دو هفته دیگه از الان یه جورایی رید هم باز میشه استوری مود باز میشه یه سری حالا کوستای کمپین جدید میاد و رید فایندر هم چهار تا باس دومش باز میشه و دانجن میتیک پلاس هم از اون دو هفته دیگه باز میشه گریت والت هم از دو هفته دیگه باز میشه بچه یعنی هفته ب... بعد ما گریت والتی چیزی به نام گریت والت نداریم و او سه هفته بعد تازه وینگ سه رید فایندر باز میشه انقدر رید و وینگ سه شو انداختن عقب شاید واسه اینکه ملت نتونن راحت برن آیتم جمع کنن آی دون نو بای دی وی شاید دستتون الان بگید آقا چرا بیلیزار مثلا هفته دیگه که 10 سپتامبر باشه نمیاد همه رو یه جا باز کنه چرا مثلا میتیک پلاس رو گذاشته واسه دو هفته دیگه چرا رید میتیک گذاشته واسه دو هفته دیگه چرا مثلا گریت وال رو گذاشته واسه دو هفته دیگه چرا از هفته دیگه باز نمیکنه چون یه سری پلیرا مخصوصا پلیرای هاردکور بچا نمیرسن کسی که پلیر هاردکوره هم با رید بزنه هم با دانجن میتیک بزنه هم با میتیک پلاس بزنه هم با دلوز بزنه اوکی نمیرسه توی هفته همه کارا رو بکنه واسه این بلیزار تقسیم بندی کرده خب اقا این هفته شما رید نرمال و هیرویک بزن با دانجن میتیک صفر هفته بعد برو دانجن میتیک پلاس بزن با رید میتیک وقتی شدن اونایی که دارن واسه ورد فرست مسابقه میدن باید یه همچین س... به قول گفتنی جداسازی براشون میشد پس بچه ها اصل بوست اصل بوست و اصل فارم بیوی رید تقریبا از دو هفته دیگه شروع میشه ولی هفته دیگه هم آپدیت ها داره به بازی اضافه میکنه که کلی بوست به بازی اضافه میکنه و کلی موقعیت جدید هفته دیگه هم خیلی مهمه دو هفته دیگه هم خیلی مهمه سه هفته دیگه اصلا مهم نیست جان. کسی به تخ نیست رید فایندر وینگ استش اونجا تا فکر واسه یه سری مهم باشه چرا رید فایندر وینگ استش گذاشتن سه هفته دیگه خیلی دیره بای دیو اینم از خبرای جدید امیدوارم خبرها بهتون تونسته باشه کمک کنه تو همین الان ویدیو خیلی طولانی شده بچا اگه میخواید از من حمایت کنید از تو خواهش میکنم چنل دوم من کلین که لینک رو صفحه اومده رو سابسکرایب کنید چنلی که من توش استریم میذارم حتی اگه استریم ها رو نگاه نمی کنی چنل دوم من رو اگه سابسکرایب کنی بزرگترین حمایتی که از من کردی و همین دیگه من هر شب ساعت 10-11 شب به بعد تو چنل دومم توی یوتیوب و توی تویچ لایو هم که لینک جفتشون تو دیسکریپشن هست به لایو استریم من یه سر بزنید